درباره تپش قلب سوال کردم و نوشتن که آیتون من به گونه ای تپش قلب دارم که از تپش قلب خودم شبها از خواب بیدار میشم. لطفا از آیتون بپرسید که آیا این علائم خطرناکی است؟ درست. اول من تعریف تپش قلب رو بگم، چون اینم میدونم که یکی از شایع ترین دلایلی که بیمارا به کلینیک مراجعه میکنن و خیلی شاید سوال خیلی از عزیزانی باشه که دارن برنامه رو میبینن. اصلا تپش قلب چیه؟ هر نوع احساس ناخوشایند از ضربان قلبه. بله. یکی به صورت احساس کوبیدن توصیف میکنه، یکی میگه احساس میکنم یه دفعه قلبم هوری میریزه، یکی میگه احساس میکنم قلبم نمیزنه، یکی میگه احساس میکنم قلبم کند میزنه، تند میزنه. هر کسی یه توصیفی داره. بله. همه اینا تپش قلبه. و اینم باز جالبه که بدونید که قلب یک عضو ایزوله و تنها نیست. از روح و روان و شرایط ذهنی گرفته تا مسائل هورمونی و کمخونی و کلی مسائل بدن میتونه روی حالات قلبی ما اثر داشته باشه. یعنی اینکه تپش قلب شاید یک علامت قلبی باشه ولی شاید علتش قلبی نباشه. چه جالب. اون بیمار حتما باید بررسی بشه و معمولا توی شرح حال خودشون به ما میگن که مثلا یکی از چیزایی که ذکر میشه اینه که ما مشکل تیروئید داریم. بله. کمکاری یا پرکاری تیروئید به خصوص پرکاری میتونه علت شایع تپش قلب باشه. کمخونی میتونه علت شایع تپش قلب باشه. تا مسائل قلبی مثل نارسایی قلبی، مشکلات دریچه‌ای، همه اینها طبق شرح حال، معاینه و بررسی قلبی که مثل اکوکاردیوگرافی یا همون سونوگرافی قلب ما انجام میدیم و دریچه ها و عضله قلب رو میبینیم، میتونیم در مورد علت تپش قلب بیمار در واقع بررسی و علت شناسی بکنیم. یکی از کارهای اولیه نوار قلبه که ببینیم اصلا اون ضربان و ریتم بیمار ریتم طبیعیش هست یا نه. اجالتا پس یه نوار قلب رو برم بگیرم، باید بررسی بشن. بله. اگه واقعا دلیل مثلا شایع داشته باشه، مثلا با شما صحبت میکنن، یکی از چیزایی که به ما خیلی مراجعه میکنن میگن من کنکور دارم. یکی از چیزایی که ما خیلی میبینیم همینه. وقتی میگه کنکور دارم دیگه تماش، این دیگه علت شناسی تپش قلبه. تا این مسئله ساده، تا حالا چیزای جدی‌تر که حتما تو شرح حال باید چک بشه.